آقا جدیدترین فکت سریال، اون پیرمردی که تو ماشین میبینی در واقع نویسنده کتاب نوبت لیلی یعنی هانیبال قیروانیه. لیلی نوبت توه، بگو. بایسا ببین، من و تو هر دومون توی یه تیمیم. آقا سلام، خیلی مخلصیم. تو این ویدیو میخوام برم سراغ نوبت لیلی قسمت 5، 6 و 7 بررسی و تحلیلش کنم و یه سری نکته و فکتای باحال بهتون بگم. برو بری. آقا در مورد عکسی که اتحاد تو جوونی گرفته و تو اتاق مادرش میبینیم، خب بدون شک همتون هم متوجه شدین اون خانم لادن مصطفیه. اما نکته باحالی که وجود داره اینه که باید اینجوری بهش فکر کنی که تو دنیای لیلی اگه یادتون باشه باباش عاشق بیرخ بود و دقیقاً اینجا هم همینه. تو دنیای لیلی اتحاد یه عشق قدیمی داشته که نکته جالبش اینه که این عشق تو هیچ کدوم از این دنیاها به نتیجه نرسیده. اما چیزی که سوال برای من به وجود آورد اینه که چرا این تابلو عکس باید تو اتاق مادر اتحاد باشه؟ آخه یه نکته جالب وجود داره که احتمالاً شاید خیلیاتون هم بدونید، مال چند قسمت قبلم هست. اینجوریه که فیلمساز میاد دنیای لیلی رو اول از آینده به ما نشون میده. یعنی اگه یادتون باشه ما لیلی رو اولین بار چجوری دیدیم؟ تو لباس عروس دیدیم و بعد زد به گذشتهش، یعنی لیلی رو در کنار خانوادهش بیرخ و در کل اهالی گلباد به ما نشون داد. با توجه به عود زنگا که نادر فلاح اول قسمت 6 در موردش توضیح میده، میشه تا حد زیادی به یکی دو تا مسئله سر و شکل داد. بوش، دودش، عطرش دشمنمون رو جادو میکنه، بزرگترین وحشتش رو پیش چشمش میاره. مسئله اول، اصلا همزاد اتحاد وجود نداره. در واقع این بزرگترین ترس اتحاده که بر اثر استشمام بو به وجود اومده. از طرفی میشه بگی دزدی که تو قسمت اول دیدیم بابای آرشه و با توجه به اون تتویی که رو دستش داریم میبینیم میشه گفت شاید پسر بیرخ هم باشه. یعنی این فکت میشه یه ذره جدی بهش نگاه کرد که پسر بیرخ مساویه با بابای آرش مساویه با امید کارگردان تئاتر لیلی. به این فکت میشه یه ذره جدی تر نگاه کرد، احتمالش خیلی زیاده. مسئله دوم اینه که تو قسمت پنجم لیلی میگه اون شبی که اومده بودن خونشون دزدی، بعد از استشمام یک بوی یه دفعه به هوش میاد. یه بویی اومد، ضربان قلبم کم کم برگشت و یه صدایی اومد. احساس کردم یه نفر بالا سرم وایستاده ولی هیچ کس نبود، این کتاب افتاده بود کنار. از طرفی فهمیدیم که دزدی اون شب خونه لیلینا کار فاخر دوست آرش بوده. اما از یه جهت دیگه هم اگه بخوایم بهش نگاه کنیم، اگه یادتون بیاد اون شب آرش، یعنی قبل از دزدی، تو قسمت 4 میبینیم که به یه سری کاغذ چند تا قطره از اون عصاره زنگا احتمالاً میزنه. حالا داستان چجوری میشه؟ الان براتون تعریف میکنم. فاخر میره دزدی خونه لیلینا. لیلی خوابیده، یه صدایی میشنوه، بلند میشه که بره سمت انباری ببینه چه خبر. دقیقا تو همون تایم آرش وارد انباری میشه با همون عود زنگا. اون بویی که تولید میکنه باعث میشه که فاخر بزرگترین ترس خودش رو ببینه که در واقع این ترس بوده آرش. چرا؟ با توجه به این حرف رو میزنم که در واقع تمام سکانس هایی که این دو نفر با هم دیگه برخورد دارن، فاخر به شدت ضعیف داره عمل میکنه، به خصوص تو اون سکانسی که یواشکی میره خونه آرش. وای. پس فاخر بعد از دیدن ترس بزرگش فرار میکنه از اونجا و لیلی وارد پشت بوم میشه در واقع. حالا اون عودی که داشته این بوه به لیلی هم خورده و لیلی هم بزرگترین ترس خودش رو یعنی بیرو خودیده. این که آرش میاد تکذیب میکنه که من اون روز بودم تو اون دزدی، تو اون گفتگویی که با فاخر داره، به نظرم به این دلیله که اگه یادتون باشه نادر فلاح اشاره کرد کسی از دشمنای ما نباید با خبر بشه که ما همچین چیزی رو داریم. این دست هیچ کس جز هم قبیله هامون نمیرسه. تو دنیای لیلی بیرخ به لیلی میگه کسی که این کاغذ رو پاره کنه در واقع خون خیلی ها به گردنشه. کتاب راز و رمزی هست که اگه بتونی پیدا کنی
میشه به این نفرین پایان داد. پس به نظرم اون کاغذی که تو دنیای لیلی پاره شده کار مادر لیلیه. چرا؟ به خاطر اینکه خب خیلی ها دارن میان میگن آقا بیرو خیلی جذاب خوشگله و شوهر این خانوم هم به سمت اون ترغیب شده، پس یه حسادتی اینجا وجود داشته. حالا این کارو میکنه و این باعث میشه که نفرین خانوادهش رو بگیره در دو دنیا، یعنی در دنیای لیلی اتفاق باعث میشه که سه تا از دختراش رو از دست بده و تو دنیای لیلی تمام دختراش جز لیلی عروسیشون به هم بخوره. آقا بریم سراغ قسمت ششم در مورد اونجایی که لیلی داره یه تحقیقی میکنه تو اینترنت راجع به نویسنده کتاب نوبت لیلی. اون عکسی که داریم تو مانیتور میبینیم به ما میگه که بازیگر این سریال علیرضا سانیفره. اینو بذاریم بشین کنار، بریم سراغ قسمت پنجم، اونجایی که لیلی رو داریم تو گذشته میبینیم با میلا زارعی تو راه رسیدن به اون روستای توی یزدن. جلوی ورودی اون غذاخوری اگه اشتباه نکنم یه پیرمردی با لیلی شروع میکنه به حرف زدن. اون گریمی که داره به من میگه این آدم همون علیرضا سانیفره، پس میشه اینجوری گفت که همزاد نویسنده تو دنیای فعلیه. آقا بریم سراغ قسمت هفتم، سکانس آخر. احتمال میدم اینجا هم مثل ویدیو قبلی که ساختم چشمم درست دیده باشه، چون چشم سمت چپ لیلی رنگش فرق داره، رنگش آبیه و اصلا اگه دقت بکنید خیلی خوب دارن برخورد میکنن لیلی و آرش با هم دیگه. من احساس میکنم که این سکانسه یا در واقع این موقعیته تو یک دنیای دیگه ایه. رنگ دیگه بگو خون سوستی. حالا میشه این فکت رو جدی گرفت که تنها دلیلی که بیروخ تک و تنها تو اون روستا مونده و همه از کنارش رفتن قطعا مرگ پسر بچه شه، که تو چند قسمت قبلی دیدیم اون پسر بچه‌ای که کنار رودخونه مرده بود و با توجه به اون تتویی که داشت میگفتیم پسر بیروخه، این تنها دلیلشه. چرا این حرفو میزنم؟ چون اولین سکانسی که ما لیلی رو دیدیم اگه یادتون باشه وقتی وارد کلبه شد تو سکانس لانگی که به ما نشون داد ما دیدیم هیچ آدمی اونجا زندگی نمیکنه. خب بریم سراغ یه سری نکات جالب تو این سه قسمت. تو قسمت پنجم تو اون سکانسی که مادر اتحاد و اتحادو میبینیم، فیلمساز و نویسنده ها یه کنایه خیلی مستقیمی به مخاطبای عجول اثرشون میزنن. روزگار بعدی شده خانم جان، دیگه هیچ که استعاره رو مجاز نمیفهمه، همه حرفا رو باید مستقیم زد بهشون. سکانس مقابل لیلی و وکیلشون یه دیالوگ رو میشنویم که دوبار داره تکرار میشه با یه مکسی که این وسطش افتاده. احساسم میگه که یه دیالوگ این وسط وجود داشته سانسور شده. این چیه؟ این چیه؟ بریم سراغ نکته بعدی، یعنی زن بهرام گور لادن مصطفی که از یک دنیای دیگه وارد دنیای امروزی میشه، دنیای لیلی، و یه ذره رفتارش زیادی عادی نیست، یعنی چیز خاصی عجیب نیست براش این همه سال رو سفر کرده تو زمان. در مورد رابطه دختر و پدری که این سریال میسازه باید بگم خیلی درست و امروزیه و نمره قبولی میگیره. در مورد بازی پردیس احمدیه، من بازی ها رو دوستش دارم به خاطر اینکه یک حس خیلی درستی رو به مخاطب القا میکنه، از اون بازیگوشیش، از اون حس کنجکاویش و گاهی موقع بچه بودنش. آقا این چه شعبده بازی بود؟ تا اینجا کار 7 قسمت از این سریال گذشته و جلوه‌های ویژه اصلا چنگی به دل نزده، با این وجود که تو این ژانر کاملا حس میشه که ما تو این حوزه یه تخصص زیادی رو به مخاطبمون نشون بدیم. نکته آخر در مورد اون سکانسیه که بابای لیلی وارد کالاسکه بیروخ میشه. خب اگه دقت بکنید تعداد کلوچه‌هایی که برمی‌داره 5 تا، یعنی دقیقاً به تعداد اعضای خانواده‌اش. دو تا سکانس میریم جلو تمام اون کلوچه‌ها رو خودش بخوره. راجع به شخصیتش به درستی تعریف میشه. اما نکته‌ای که وجود داره صوتی منشی صحنه است که بازم من باید تو این ویدیو هم بهش اشاره کنم. تعداد کلوچه ها به نسبت دو تا سکانس قبلی اینجا بیشتر شده و به دست چپ حمید فرخ‌نژاد اگه دقت بکنید خودتون متوجه میشید.
این سومین ویدیویه که من راجع به این سریال میسازم و احتمالاً آخرین ویدیو. این به این معنا نیست که سریال بدیه. دوست دارم از اینجا به بعد به عنوان مخاطب عادی سریال رو ببینم و ازش لذت ببرم. حالا اگر بعد از دیدن هر قسمتی یه نکته یا فکت جالبی به ذهنم اومد، حتماً در قالب استوری بهتون میگم. مرسی که تا اینجای ویدیو رو دیدین. با این انگشتاتون حمایت فراموش نشه. خیلی مخلصیم.